دستاورد تازه ساپینتو در لیگ ایران، چالش ریکاردو تایم. استقلال با هدایت ریکاردو ساپینتو بهترین عمل کرد و در دقایق پایانی در لیگ 22 داشته. ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلال بعد از گذروندن روزه ابتدایی که پر التهاب و پر نوسان بود، حالا تونسته به یکی از محبوب ترین سرمربیای تاریخ باشگاه استقلال تبدیل بشه و وفاداری ساپینتو به تیمش، اونم در اوج مشکلات و مدیریت بحران انجام شده از سوی سرمربی پرتغالی، همگی دست به دست هم دادن تا استقلال بتونه در مسیر موفقیت تو لیگ 22 قدم برداره و برخلاف انتظارها آبی پوشای پایتخت در یک قدمی دفاع از عنوان قهرمانی خودشون قرار دارن. استقلال که پایان خوبی در نیم فصل اول نداشت و حتی نیم فصل دوم هم با شکست آغاز کرد، حالا در بهترین فرم خودش قرار داره و 4 پیروزی پیاپی با ثبت 3 کلین شیت باعث شده تا شاگردای ساپینتو با همه توان در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی قدم بردارن و یه لغزش دیگه از سپاهان میتونه برای اولین بار در فصل جاری آبی پوشای پایتخت رو با هدایت ریکاردو ساپینتو به صدر جدول برسونه. آبیا متخصص گل زدن در لحظات پایانی. آبی پوشای پایتخت در نیم فصل اول به لحاظ تهاجمی در شرایط خوبی قرار نداشتن و نیم فصل اول برای استقلال در شرایطی به پایان رسید که اونا در 15 بازی موفق فقط به 15 گل شدن. اما حالا در نیم فصل دوم شرایط کاملا متفاوته. ثبت 21 گل در 10 مسابقه باعث شده تا شاگردای ساپینتو عنوان دومین خط حمله برتر لیگ 22 از آن خودشون کنن و با 36 گل زده در تلاشن تا بتونن با رسیدن به رکورد سپاهان و گلگوهر عنوان برترین خط حمله فصل رو هم به دست بیارن. استقلالیا در شرایطی 36 بار دروازه رقبای خودشون رو در فصل جاری فرو ریختن که آمار و ارقام حکایت از این داره که شاگردای ساپینتو در فاصله زمانی 75 تا 90 و البته وقت‌های اضافی تونستن 12 بار دروازه رقبای خودشون رو باز کنن که از این حیث استقلال ساپینتو بهترین آمار رو در فصل جاری داره که نشون از بدنسازی مناسب استقلالیا و البته تعویض‌های هوشمندانه ریکاردو ساپینتو داره. بچه‌ها اگر تا اینجا از محتوای ویدیو راضی بودین لطفاً دکمه لایک رو بزنید. حسن اشیاری بازیکن سابق استقلال گفته که تیم ساپینتو با سیاست بازی میکنه، اما با توجه به حواشی اخیر احتمال لغزش آبیا وجود داره و یه پیشبینی هم کرده، گفته استقلال یا سپاهان هر کدوم قهرمان بشن من خوشحال میشم. ترفند هافک استقلال جواب نداد. تمرین استقلال امروز با یه اتفاق جالب همراه بوده. افرادی که امروز در محل تمرین تیم فوتبال استقلال حضور داشتن شاید یه اتفاق جالب بودن. آبیا که به دور از هیاهوی این روزه پیرامون باشگاهشون برای دیدار با هوادار آماده میشن، تصمیم گرفتن همبازی خودشون رو سورپرایز کنن. به رسم همه جشنهای تولد فوتبالی، شاگرده ساپینتو برای زبیر نیکنفس که به تازگی وارد 29 سالگی شده تونل زدن. اما از اونجا که همه ی تونل‌های تولد با شوخی‌های عجیب بازیکن‌ها همراهه، هافک استقلال برای خنثی کردن شیطنت برنامه‌ریزی شده همبازی‌هاش با کلاکاسکی حاضر شده. اما اینطور که از تصاویر منتشر شده پیداست، این ترفند جواب نداده و آبیا با خارج کردن کلا از سر این بازیکن، رسم و رسوم پر از شیطنت خودشونو اجرا کردن که اینم از نکات جالبه. این تیم، خب می‌دونیم که لیگ قهرمانان عملاً می‌تونیم بگیم در آستانه حذف از آسیا قرار داره و میبینیم با روحیه گرفتن از سرمربی خودشون تونستن روند مثبت خودشون رو ادامه بدن بازیکنای استقلال و آماده میشن بازی با هوادارشون هم که شنبه برگزار میشه. اما استقلال برای قهرمانی به درخشش کاپیتان نیاز داره. سید حسین حسینی نقشی تعیین کننده برای قهرمانی استقلال در لیگ برتر و جام حذفی داره. استقلال برای ادامه فصل باید در چند فینال پیش رو سربلند از زمین خارج بشه. این مسئله نیازمند بسته موندن دروازه آبی است و سید حسین حسینی نقش مهمی در این میون داره. بالاخره هفته قبل اونچه که میبایست اتفاق افتاد و کاپیتان آبیا در یکی از حیثیتی ترین دیدارهای فصل دست به کلین شیت زد. سید حسین در عراق یکی از مطمئن‌ترین نمایش‌های این فصلش رو ارائه داد تا در مقابل همتایان سالیان نچندان دورش آجر یکی از مهمترین رویدادهای فصل رو بنا کنه. اون درون چمن سبز استادیوم عراق با حسین پورحمیدی و کنار زمین با مهدی رحمتی رقابت داشت و از این آزمون سربلند خارج شد. لیگ حالا به نقطه جوش رسیده و بی تردید این حرارت نفسگیر تا آخرین دقایق بازی هفته سیوم ادامه داره.
فرجام جنگ بزرگ میان مثلث مدعیان تا حد زیادی به عملکرد سنگربانان اونا بستگی داره. حسینی، نیازمند و بیرانوند که سابقه تشکیل مثلث رقابت در تیم ملی رو هم تجربه کردن، حالا عهده‌دار نجات تیم‌هاشون و هدایت به سمت 22مین جام لیگ برترند. حسینی در فصل گذشته ورژن خارق‌العاده‌ای از خودش ارائه داد و رکورد کلینشیت تاریخ لیگ برتر رو از آن خودش کرد. 5 سال قبل هم رکورد دقایق بسته نگه داشتن دروازه رو به نام خودش ثبت کرد تا نام اون در ادوار بازی‌ها با واژه رکورد در هم بیامیزد. استقلال حالا به یکی از برههای درخشان سید نیاز داره. میتونیم بگیم بازی‌های استقلال به نسبت دو مدعی دیگه بازی‌های سخت‌تریه و این لزوم مستحکم بودن سنگر رو بیشتر می‌کنه. 5 بازی و 5 کلین شیت همون رازیه که میتونه روی تموم اشتباهات و بدبیاری‌های این فصل حسینی خط بطلان بکشه و اونو به یکی از مهره‌های مهم قهرمانی تبدیل کنه. کشف فرمول موفقیت استقلال: قائدی گل بزنه، آبیا برنده میشن. مهدی قائدی ستاره بیچون و چرای استقلال در فصل جاری بوده. وینگر خوش تکنیک و ریزنقشی که هنوز مشخص نیست برای بازگشت قرضیش به استقلال بیش از 1,000,000 دلار هزینه شده یا 1,000,000 درهم. با وجود ابهامات مالیه به وجود اومده، اما استقلالی ها به شدت از جذب دوباره قائدی خوشحالند و نگرانیشون اینه که در پایان فصل جاری و مهلت قرارداد قرضی این ستاره ریزنقش بخواد به امارات برگرده و ریکاردو ساپینتو دیگه به اون دسترسی نداشته باشه. گلای نجات بخش باشوی آبیا: قائدی تو این فصل تونسته با عملکردی خیره کننده همه نگاه ها رو در ترکیب استقلال به خودش جلب کنه و با گلزنی‌های سریالی و نمایش‌های درخشان حالا اون بهترین گلزن استقلال در لیگ برتره. مهدی قائدی در مسیر رسیدن به این عنوان همه تلاش خودش رو به کار بست تا بتونه خودش رو مهره‌ای مؤثر در ترکیب استقلال نشون بده و در کنار گلزنی‌های اون نمیتونیم گلسازی‌ها و البته پنالتی‌های به دست اومده توسط قائدی رو نادیده بگیریم. ستاره ریزنقش استقلال در همون اولین بازی خودش در فصل جدید مقابل ملوان موفق به گلزنی شد که گل مهدی قائدی کامبک شاگرده ساپینتو رو در انزلی تکمیل کرد و باعث پیروزی آبیا شد. ضمن اینکه بعد از گلزنی قائدی پنالتی هم برای تیمش گرفت تا شروع طوفانی رو تجربه کنه. بعد از یک دوره پرنوسان تو نیم فصل دوم دوباره مهدی قائدی تونسته به چهره محبوب و تاثیرگذار استقلال تبدیل شه و عملکردی خیره کننده رو از خودش به جای بذاره. استقلال با گلای قائدی فقط برنده میشه. مهدی قائدی در 10 بازی اخیر که استقلال تونسته 9 پیروزی به دست بیاره، تونسته 7 گل بزنه و جالب این که نگاهی به آمار و ارقام نشون میده که در هر مسابقه تو فصل جاری که قائدی تونسته در نقش گلزن بدرخشه و دروازه رقبا رو باز کنه، آبیا در اون مسابقه نه تنها شکست نخوردن بلکه حتما با پیروزی کارشون رو در اون بازی به پایان بردن. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. سعی کردم خیلی جامع همونطور که خودتون گفتید در مورد استقلال صحبت کنم. اگر از محتوای ویدیو راضی بودین لطفاً حتما دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید، زنگوله هم بزنید که هر وقت ویدیو گذاشتم تشریف بیارید و ویدیومو ببینید. فعلاً.